نمسته و درود. نمسته. من خدای درونی تو رو رکگنایز می کنم، خدای درونی تو رو بهش آگاهم و کلمه نمسته یعنی اینکه من سر فرو می آورم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خدای درونی تو رو دارم می بینم. درود به همتون بچه های گل. بنده در آواشیله در ترکیه هستم و اینکه 5 روزه که به اینجا اومدم، هوا فوق العاده خنکه و اینکه اولین پیشواز من که واقعا هارت وارمینگ بود، یعنی قلب من رو گرم کرد، سگ‌ها بودن که این سگ‌ها پارسال که یه سال و خورده یه پیش که من اینجا بودم اینا کوچولو بودن و چیزی که واقعا قلب آدم رو گرم میکنه بچه ها این قضیه است که میبینی حیوانات چه عشقی دارن و این حیوانات چطور به خاطر میارن، یعنی اون جوری که اینا میدویدن و منو بغل میکردن و میپریدن رو من، عشق در چشمان من بی احساس در می آورد که آره واقعا حیوانات دوست داشتنی هستن. من که عاشق سگ و گربه و پرندگان و جهندگان هستم و ترکیه هم که پر از سگ و گربه است. در هر صورت اول بهتون اعلام بکنم خبر خیلی خوب این هستش که این 2 هفته خلوت معنوی که از فردا شروع می شود، شما دوستان عزیز می توانید آنلاین با ما شرکت داشته باشید. اگر بچه های من که قرار شما رو ثبت نام بکنن اذیتی کردند، حتما اطلاع رسانی بکنید، چون که نمیخوام که این 2 هفته خلوت معنوی رو از دست بدید. یک لایو دیگه قبل از اینجا رفتم و بهتون گفتم بچه ها که شرایط دوستانی که میخوان آنلاین آفلاین پیش ما باشین نباشین، میخوان حضوری نیستین و میخواین آنلاین ثبت نام بکنین، خواستم بهتون بگم که بچه ها تمام شرایط و کارهایی رو که ما در اینجا انجام میدیم شما هم الزاماً مجبورید که انجام بدید. خب پس بنابراین اولین قسمتی که امروز صبح که توی مدیتیشن بودم توی فضای من اومد همین قضیه خداست که اگر که من و تو میخوایم خدا رو ببینیم، اولین بخشی که باید روش توجه داشته باشیم این هستش که خدا رو بتونیم در همه چیز در خارج از خودمون ببینیم. خب پس من و شما متوجه هستیم که خود بنده از صبح که بیدار میشم متوجه هستم که خدا یه جای اون بالا این برانور هیچ جای نیست و خدا ذره مولکولی در همه چیز هست و در همه چیز خدا وجود داره و خدا در اون زندگی میکنه. بنابراین با دانستن این دانش و آگاهی که اگر که من میخوام خدا رو ببینم، چون خیلی از ماها مخصوصا در زمانی که به بیچارگی و فلک و ناامیدی میرسیم تازه میشینیم خدا 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 میکنیم و اینکه از روز اول بهتون گفتم رابطه من اولین و مهمترین رابطه من شخصا با اوست و اوست که در من میدمد و اوست که کمک میکنه که من او رو در همه چیز ببینم. پس اگر که میخوای خدا رو ببینی لطفاً همتون در کامنت ها در این لحظه برای من بنویسید که اگر که میخوای خدا رو ببینی خدا رو در همه چیز ببین. لطفاً 1 2 3 بنویسید همه که اگر که میخوای خدا رو ببینی پس اولین قدم دیدن خدا در همه چیز هست. در اتاق، در فضا، در اکسیژن، در موناکساید، در دود گازوئیل، در نمیدونم درختان، در همه و همه است. خب پس زمانی که من و شما از اینجا صبحمون رو شروع میکنیم و این که من خدا رو میبینم، اولین و آخرین عشق من اوست و اولین و مهمترین رابطه من اوست. درسته که این چندین و چند سال من و شما خیلی
خیلی خیلی روی آگاه شدیم به عشق به خود و اینکه عشق به خود چقدر مهمه. اما برای من کلن که منی هیچ وقت وجود نداشته و من ذره ای از او بودم، دونستن این که او در من هست و او در من میدمد و هر نفس و بازدم من از اوست، پس بنابراین دیگه من نیازی به عشق به خود نخواهم داشت. چون زمانی که من وجود پروردگار رو در تمام سلولهای خودم میبینم، زمانی که او از صبح با منه، چطور من و تو میتونیم احساس تنهایی بکنیم؟ خب خیلی وقتا شما میدونین که من سالیان ساله که تنها زندگی میکنم و فقط میخوام اینجا این دیفرنشیشن یا این تفاوت که من تنها زندگی میکنم اما هیچ وقت تنها نیستم. و من بارها راجع به این قضیه براتون صحبت کردم بچه ها. خیلی از اوقات هستش که من و شما در یه رابطه هستیم و بودن من و تو در اون رابطه بیشتر به من و تو احساس تنهایی میده. خب پس من تنها زندگی میکنم اما هیچ وقت احساس تنهایی نکردم. پس هر زمانی که تو دنبال احساس میکنی که تنهایی، متوجه باش و حواست باشه که فقط جدا شدن از اوست که به تو احساس تنهایی میده. خب پس لطفاً برای من همتون در کامنت ها بنویسید که من و خالق یکی هستیم، من و خالق یکی هستیم، خالق در من هست و من خداوند یا پروردگار رو در هر ثانیه در همه چیز میبینم. این از اون داستانه. خب بچه های عزیز، همونجوری که میدونیم و خیلی هم راجب صحبت شده، امروز میخوام برنامه رو راجب رابطه بذارم، فقط و فقط راجب رابطه. این رابطه فقط یک رابطه عشقی نیست، بلکه کلن رابطه من و شما با خانواده، با نمیدونم جو بیرون، با دوستان، با همسایگان و همه اینها هستش. خب کلن در جریان هستیم بچه ها که هر چقدر که از دید من و شما در بعد سوم زمینی که زمان برای ما مطرح هستش، متوجه هستیم که هر چقدر که به جلو میریم زمان خیلی سریع‌تر میشه و این خیلی قضیه عادی هستش. خب و چندین و چند سال پیش، تا قبل از اینکه اینستاگرام پر از موجودات آگاه بشه، این صحبت رو من براتون کردم که امواج کره زمین داره تغییر پیدا میکنه و در اون فعل و انفعالاتی که داره اتفاق میفته، از دید من و شما انسانها زمان خیلی سریعتر میچرخه. خب به خاطر همین که زمان خیلی سریعتر میچرخه، پس اشتیاق من به تو به آگاهی، این انتخابی که بارها و بارها من میگم، این که بارها و بارها میگم که من زمان نیستم، من مکان یا فضا نیستم، من با کل یکی هستم، پس خود انرژی کل داره سریعتر میچرخه. به خاطر همین قضیه است که تو احساس میکنی که اوا چقدر دور و برت انسان‌های بیشتری مشتاقن که بیدار بشن. و اینی که من دائما میگم یک انتخاب فقط مهمه، خواب یا بیداری. و اکثر شما دوستان عزیز گل ماشبلو په همتون میگید بیداری. چرا میگید بیداری؟ چون با اون سرعتی که زمین در حال جریانه، اون سرعتی که انرژی در حال حرکته، خب فوق‌العاده طبیعی هستش که انسان‌های بیشتری میخوان از این خواب بیدار بشن و این کاملا طبیعی هستش. پس الان که من و تو متوجه هستیم که من و شما قاعدتا داریم یک فضای کل رو با هم دیگه تقسیم میکنیم، پس شک نکنیم که هر چیزی که من و شما داریم در بیرون میبینیم داره در کلکتیو کانشسنس یا داره در شعور برتر کلی داره تجربه میشه. من و تو هیچ چیزی جدا نمیتونیم فکر بکنیم. من و شما هیچ زمان همون جوری که میدونیم در فضامون، اون چیزی که احساس میشه احساس تنهای من نیست، بلکه همه چیز در این صفحه کلی داره تجربه میشه. خب پس اون زمانی که من و تو فرزن حسادت رو
میبینیم یا خودمون رو مقایسه میکنیم با یک کس دیگه و میگیم که او اون چقدر بهتره، چرا اون انقدر خوششانسه، چرا من انقدر بدبختم. متوجه باشید و آگاه باشید که چون من و شما داریم هممون در یک صفحه داریم همه چیز رو تجربه میکنیم، پس قاعدتا من و شما هر دوی اینها رو داریم میبینیم. یعنی در حتی در بود حسادت من به تو، حتی در بود رقابت من با تو، اگر که من آگاه باشم متوجه هستم که هم پیشرفت داره اتفاق میفته و هم عدم پیشرفت. اما من از هیچ کدوم از اون دوتا جدا نیستم و این تجربه منی که احساس پیشرفت و موفقیت میکنم یا منی که احساس شکستگی و ضعف و ناتوانی میکنم، این دوتا هر دوشون در این صفحه بزرگ کل جهان هستی دارن تجربه میشن. درست شد؟ اوکی. پس الان که من و شما متوجه هستیم به این قضیه، متوجه هستیم که تجربه های ما شخصی نیستن، هیچ وقت نبودن و هیچ وقت نخواهند بود. و دو مرتبه بر میگردید سر تدریس من که میگم اون مارمولکی که دائما زبانش رو میزنه به بیرون، اون مگس یا اون پشه که میگیره، اون مارمولک خود ذهن و منیته. پس هر بار که توی که مارمولکی، من صحبتم با توی در حال حاضر، هر بار که توی مارمولک که در واقع ذهن و منیته، زبانت رو میزنی بیرون و هر کدوم از اونها احساس خوب، احساس بد، ثروت، فقر، خوشحالی، افسردگی رو میگیری، اون زمان در بود ذهن و منیت تجربه میشه و اون زبان مارمولک تو اون تجربه رو شخصیش میکنه. گرفتی؟ خب حالا با دونستن این قضایا میریم سراغ رابطه. رابطه من و تو و کلن صحبتی که دیروز یه جلسه داشتم و یکی از دوستان در نهایت تعجب، نمسته، در نهایت تعجب به من میگفت سودی جان، از زمانی که من رفتم دنبال آگاهی تمام دور و ور من ریختند. و من این صحبت رو بچه ها 20 سال پیش کردم، به شوخی و خنده اومدم گفتم یه روز من بیدار شدم و دیدم دور و ورم خالیه، هیچ کس نیست و گفتم اه من بیدار شدم، بقیه کجا رفتن؟ این قضیه 100% طبیعی. حالا قشنگ به من گوش کنید. برای کسایی که با من جلسه خصوصی میگیرید، با اشک و گریه و ناله که یک پسری، یک عشقی، یک رابطه‌ای، یک دختری شما رو ترد کرده، رها کرده و شما به زور بهش آویزونید و میخواید اون رو داشته باشید، نمسته عزیزم، به من حالا قشنگ گوش کنید. تمام کل جهان هستی بچه ها میدونیم که چه رو تجربه میکرد. چیه؟ فقط ارتعاشات تو هست. درست شد؟
قطع میشه، دوباره وصل میشه بچه ها، و بعد این سیو میشه و بعد روی یوتیوب میره و اصلا هیچ جای نگرانی نیست. اوکی، یه بار دیگه میگه بچه ها یادتون باشه که تمام لایف های من روی یوتیوبه، همه چیز روی یوتیوب خواهد بود، هیچی رو شما ها از دست نمیدید و در حال حاضر عزیزان دل روی یوتیوب بیش از 1500 تا برنامه برای شما هست. خیلی الان میخوام همه تون تمرکز کنین، تنها چیزی که من در حال حاضر میخوام راجع به صحبت بکنم وایبریشن یا ارتعاشات. الان دیگه هیچی نگین و فقط کاملا به من گوش کنید. رد وینگ، مرسی برای بجت خریدن، مرسی که میخوای پیج رو ساپورت کنی. برای بچه هایی هم که نمیدونن بجت چیه، تمام این سوشال مدیاها، یوتیوب، نمیدونم فیسبوک، نمیدونم اینستاگرام، برای اینکه فالوورها بخوان اون کسی که برنامه اجرا میکنه بخوان ساپورتش بکنن، اومدن بچ گذاشتن که شما میتونین یه پولی بدین براشون، برای اطلاعاتی که بهتون میدن یا همه چیز. و خوبه که خیلی از اوقات بچه ها شما این کار رو بکنین، برای خودم نمیگم ولی به طور کلی دارم میگم، هر زمانی که شما میرین یک مطلبی رو گوش میدین و اون مطلب بهتون کمک کرد و فکر میکنین که چیزی یاد گرفتید، خودتون خودکارانه یک پولی براش پرداخت کنید. همیشه به خاطر داشته باشید بچه ها، من خودم اگه برم روی یوتیوب یه چیز رو نگاه کنم، اولین کاری که میکنم 2 دقیقه یارو رو که گوش میکنم، وقتی میبینم حرف خوبی داره میزنه، اولین کاری که میکنم لایک میکنم، و بعد اگه حرفش خیلی خوب باشه یه پولی پرداخت میکنم. چرا؟ به خاطر اینکه یادتون باشه من و شما حتما نباید کسی بیاد بهمون بگه پول بده. وقتی میبینیم یه کسی اینفلوئنسره، یه کسی داره برنامه میره، یه کسی که زحمت میکشه داره وقتش رو میذاره، چون خیلی از بچه ها الان تنها راه درآمدشون همین سوشال مدیاست دیگه، لایف میرن رو یوتیوب، اینستاگرام، نمیدونم این ور اون ور. خب پس یادمون باشه که همیشه خودمون این آگاهی رو داشته باشیم که زمانی که من یک پولی پرداخت میکنم، یک کمکی به یک کسی میکنم، تنها کاری که دارم میکنم اینه که انرژی رو دارم به جریان میندازم، و اون پول یا اون مبلغ لزومی نداره که زیاد باشه یا بالا باشه. هر چیزی که تو میتونی افورد بکنی، در چیز تو هست، در میتونی انجامش بدی، اون کار رو انجام بدی. اینم از این بحث ما نیست، برمیگردیم سر بحث اصلیمون، ارتعاشات و رابطه ها. خب کلن بچه ها دنیای مادی چیه؟ دنیای مادی یا کل جهان هستی هیچ چیزی به غیر از وایبریشن یا ارتعاشات نیست. خب اگر که الان من میومدم مغز شما رو، ذهن شما رو، این دستگاه رو از توی کلتون در میووردم و میذاشتم بیرون، جداش میکردم از شما، شما در دنیای مادیتون هیچ چیزی باقی نمیموند، فقط همه چی میشد وایبریشن. یعنی دیگه الان در این اتاق تخت و آینه و چه میدونم میز و کمد و همه اینها فقط ارتعاشات میشن. اگر که برگردین صرف 20 سال پیش که من با آنلاین کورس اومدم بیرون، اولین دوره این کلاس آنلاین کورس اسمش رو گذاشتم من کیستم. من کی هستم در اونجا براتون توضیح دادم که یک زمانی وقتی که من رفتم توی خلسه و گفتم که عید نوروز هم بود، تلفن رو خاموش کردم و گفتم که میخوام ادای بودا رو در بیارم، گفتم من الان میرم میشینم و تا زمانی که با آگاهی یکی نشدم از جام در نمیام. و به محضی که این تجربه شخصی منه میخوام باهاتون تقسیم کنم، همین که من نشستم
در سکوته و همه چیز رو رها کردم، یک دفعه منیت من اومد گفت ای داد بیداد، مثل این که نفست نمیاد. مرسی مکلی، برای باجت خریدم. خب ذهن و منیته در زمانی که من رفتم تو اون سکوته، چون گفتم وقتی ما میشینیم و میخوایم مدیتیت بکنیم، چون ذهن و منیته دیگه فعالیت فیزیکی نیست، فعالیت اونا بیشتر میشه و اومدن من رو از اون حالت خاصم در بردن، گفتن پاشو حواست هست چه خبره، دیگه مثل این که نفسه نمیاد، مردی، تموم شد و رفت. منم تو اون حال نیمه خسته ای همینجوری انگشتم رو آوردم ببینم این ذهن و منیتی دارن راست میگن یا دروغ، دیدم نه راست میگن، نفسی دیگه، دم و بازدمی دیگه نمیاد. در اون زمان چون از بچگی من تسلیم او بودم و واقعا تسلیم اون بودم، گفتم خب مردم دیگه، دوباره بی خیال برگشتم توی سکوته. ذهن و منیت اومد گفت مردی یا نمیترسی، نمیخوای چه میدونم ال بشه، ضربان قلب برد بالا اینو بکن. ما بی خیال گفتیم نه بابا بی خیالش، ما تسلیم اویم. منم که کوچکترین ذره به کره زمین نرسیدم. اگرم بچه واقعا بخوام راست و رو راستی خدا وکیلی بهتون حقیقت رو بگم، من همچین منتظرم که بگن تموم شد و برو، ولی نمیگن و نمیکنن. بنابراین دوباره بی اهمیت به گوش دادن ذهن و منیت دوباره برگشتم توی سکوته، سایلنسه، اون سکوت درونی. وقتی ذهن و منیت با جفتکاشون دیدن نمیتونن توجه من بگیرن، رفتن کنار. و بعد یک دفعه احساس کردم بچه ها که نفس داره از درون من میاد و میره، خارج از بیرون، از درون خود دم و بازدم میاد. بعد از چند ثانیه دوباره دیدم که خود قلبه مثل درام داره میزنه، بوم 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 بوم. بعد از این قضیه وقتی که قلب زد، خود اون صدای، میدونین صدای درام، چون خود بنده شمن هم هستم، یکی از راه‌هایی که میتونی آدم ها رو به خلسه ببری اون خلسه عمیق، اون صدای درامه، بوم 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 بوم. و هرچی که قلبه داشت میزد، من عمیقتر و عمیقتر میشدم. بعد از چند ثانیه بچه ها یه دفعه احساس کردم که دیگه منی وجود نداشت و بعد من تمام فیزیک من شد ارتعاشات و تخت و نمیدونم میز و مبلمان، و بعد اتاق من پنجره بود همه، و تمام این ارتعاشات با حیات و تمام همه چیز فقط شد یک ارتعاشات. اونجا بود که من تازه متوجه شدم که پس همینه، داستان همینه که من از هیچ چیزی جدا نیستم، من ذره ای از کلم. خب حالا میایم شما برش گردونین توی دنیای مادیمون. وقتی تو میای توی دنیای مادی نگاه میکنی، بعد باید به این آگاه باشی که تمام چیزهایی که تو داری در دنیای مادی میبینی، رابطه خرابی که با پدر و مادرت داری، نمیدونم اون پسری که انقدر بهش چسب داشتی و دوستش داشتی و ولت کرده که الان داری جز جز میزنی به بالا و پایین افتادی. دیروز با یه خانومی جلسه داشتم بچه ها،
و میگفتش که اینو گوش کنین جالبه. گفت من میخواستم طبق قانون جذب کار کنم و گفتم خیلی دلم میخواست یه پارتنر داشته باشم، چون سابقاً قبلاً یه پارتنری داشتم عاشقش بودم و اون حس خوبه، اون حس حال خوبه دوباره میخواستم اونو تجربه کنم. اومدم از قانون جذب استفاده کردم و بعد یه بابایی اومد به من معرفیش کردن که مثلا اصلا خب. البته یه چیز دیگه بهتون بگم که این خانم به من گفت که اصلا شاهکار بود. وقتی اومدیم توی تدریس های من و نمیدونم ذهن و نمیدونم این داستان ها، ایشون برگشت گفتش که آره. گفتم خب مگه دنیای مادی ما رو ذهن و منیت نمی سازن؟ گفت چرا؟ ولی این طبق اون 95% ضمیر ناخودآگاه که میگی از درونم اومد. من شک شدم بچه ها، گفتم نفهمیدم. ضمیر ناخودآگاه در درون ماست؟ گفت بله. گفتم تو اینو از من شنیدی؟ وای خدا منو بکشه اگر من اینقدر اطلاعات اشتباه به شما دادم با 1500 تا برنامه روی یوتیوب، این همه دیگه روانشناسی و الو بلو این داستانا، 5% ذهن در ناخودآگاه، 95% ببخشید 5% در خودآگاه، 95% در ناخودآگاه. گفت مگه شما نگفتی 20 ثانیه قبل از اینکه ما آگاه بشیم ضمیر ناخودآگاه کارشو انجام داده، اون انتخابو کرد؟ اون گفتم من اینو گفتم، ولی کی و در کدوم کانتکسی من گفتم ضمیر ناخودآگاه در درون ماست؟ این چیزی بود که کله منو سود داد. خود ذهن من اصلا دیگه داشت جلز ولز میکرد. ولی در هر صورت، پس حالا 5% خودآگاه، 95% ناخودآگاه، تمام اینا این دستگاه ذهنه، درسته؟ پس این دستگاه ذهن با کمک منیت داره دنیای مادی من و تو رو میسازه. از هر چیزی که تو میبینی، از آدم خوب و از آدم بد و از خیانته و از کی به تو حسادت میکنه و از اونی که نمیذاره بالا بری و از اینی که من 10 تا کار هر کدوم رو رفتم این بد شد، اون یکی به من پول نمیده. کلی از جلسات من بچه ها جلسات مالی هن. مالی مادی. من کار سنگین دارم میکنم، 7 روز هفته دارم کار میکنم، پول نمیاد. چه داستانیه جلسه خصوصی که در خانواده ما پول نمیاد، از اون برم که میاد از این بر میره. بیشتر داستانهای ما قضیه مالیه. خب حالا الان من رو گوش بکنید، جینیس ها، نابغه ها، نه فرمانده قلبه که وصل به ضمیر ناخودآگاهه. این درست نیست. قلب رو اصلا بذارین کنار. قلب اصلا یک موجود جداست که با روح کار میکنه که آگاهه. ذهن و منیت، خودآگاه و ناخودآگاه، اینا با همدیگه شریکن. اصلا قلبو به هیچ رقم به ذهن نچسبونین. اینا دوتا انتیتی جدا، دوتا موجود کاملا جدا. خب پس متوجه شدید؟ حالا من الان میام به این کسی که میگه که من 6 تا کار رو رفتم، اون بعد در اومد، اون به عنوان یه میسکامینیکیشن کوچیک که من گفتم من یه روز شنبه رو آف میخوام و اینا فکر کردن که من تمام شنبه رو آف میخوام، منو گفتن دیگه پس خواهشن نیان. اون یکی کار رفتم نمیدونم خیلی سخت کار کردم، از همه بهتر کار کردم، گفتن نه یا دیگه نمیخوان بیان. خب بابا جون فرقی نمیکنه اگر شما یه دونه کار میرین یا 10 تا کار میرین، اگر که پول روز بعد از روز نمیاد،
کجا باید برین، اصل قضیه در کجا ساخته میشه، در دستگاه ذهنه. این ذهن رو از اینجا درش بیارین، یه دستگاه جدا کناره که این دستگاه خارج از شما خودآگاهش و ناخودآگاهش داره بر شما کار میکنه. پشت اینم منیت وایساده و دارن این فیلم رو میسازن میریزن بیرون. پس بی پولی بی پولی، بدشانسی بدشانسی، این کار میری خراب. وای وای رفتم اونجا که افتضاح بود، رفتم اون یکی یارو گفتش که نمیدونم خودت مشتری تو بیار، خودت وسایل تو بیار، خودت همه چی تو بیار، بعد من به تو انقدر چندرقاز پول میدم. درسته؟ پس همه اینا داره توی دستگاه ساخته میشه. حالا بیاین الان، بیاین تو رابطه با من، متوجه بشین که بابا جان تمام دنیای مادی ما، اون ارتعاشاتی که شما دارین میبینین، یک اتفاقی که همه تون برای من اینو الان بنویسین که ببینم برای همه جا افتاد یا نه. اینو 300 ساله دارم بهتون میگم، نه فقط تو این زندگی، چون بنده این نقش معلم رو خیلی زندگی های دیگه بازی کردم. حرف زیاد زدم بچه ها ولی کسی گوش نکرده. همه اینو بنویسین. جهان هستی یه آینه گنده گذاشته بیرون. تنها کاری که جهان هستی داره میکنه با گذاشتن اون آینه، فقط داره ارتعاشات تو رو مچ میکنه. همه اینو بنویسیم. جهان هستی یه آینه بیرون گذاشته، فقط و فقط داره ارتعاشات من رو مچ میکنه. هرچی من میفرستم بیرون اون برمیگرد. جهان هستی آینه است و ارتعاشات باریکل شهلا. بذار این ببینم مال اینو میتونم مال شهلا رو پین کنم. آره، جهان هستی آینه است و ارتعاشات ما رو داره مچ میکنه. آقا جون اگر شماها هیچ لایو دیگه گوش نکنی، در عمرتون هیچ کتاب دیگه نخونی، این بر اونور جفتک نندازین تو پیج اون تو، اگه شما فقط همین یک چیز رو بدونی تموم شد داستانتون. حالا اینو فقط بنویسید. جهان هستی یک آینه است و فقط ارتعاشات من رو داره مچ میکنه. بجنبید، زود باشید بنویسید، زود باشید، زودتر. تموم شد و رفت. لپ آگاهی مطلب ما همینه که آقا جون بارها بهتون گفتم، نه خدا داره کاری نقشی داره در این که شما چی کار میکنی، نه جهان هستی یه سری آدم های فیورت داره که میگه وای من عاشق مارولم و نمیدونم مهدین ولی پریسا و رئیسا رو دوست ندارم. نه، همچین چیزی نیست. خدا یا جهان هستی به کسی لطف نمی کنه، از کسی نمی گیره. وقتی آگاهیتون میاد بالا میبینین که بابا جون فقط یه داستانه، جهان هستی یه آینه گنده گذاشته، خوبی میبینی ارتعاشاتته، بدی میبینی ارتعاشاتته، پول و ثروت بیکران میبینی ارتعاشاتته، بی پولی و نشنیدن و نشنیدن میبینی ارتعاشاتش، تموم شد و رفت. تموم شد و رفت. گرفتیم؟ اوکی. حالا چیزی که الان باید شما بدونین اینه که آیا در طول زمان ارتعاشات من تغییر پیدا میکنه یا نه؟ فهم کنین جوابش چیه؟ جینیس ها؟ نابغه ها؟ آیا در طول زمان ارتعاشات تو تغییر پیدا میکنه؟ آره یا نه؟ مریم بله؟
پس چطور میگن درس باید پاس کنیم و امتحان بدیم؟ درس جزء همین عزیزم، جزء ارتعاشاته. درس و کلاس که هست، اما در طول این درس و کلاس ها تو شاگرد زرنگی هستی، غرق آدم بیرونیه میشی، یه عمری کینه ازش میگیری، نمیتونی ببخشی، این درس و کلاس دیگه، اونجا گم میشی. یا اینکه میگی آقا جون، در هر انسانی خدا داره اون نقش رو بازی میکنه، شما گول شخصیت ها رو میخوری. آره تغییر میکنه. مشکل شماها اینه که شماها نمیفهمین. با این همه لایو و دوره که من رفتم، دوره دنیای درونم رو بگیریم، 5 ماه کارگاه بوده، گفتم آقا جون شخصیت های بیرونی واقعی نیستن، گول شخصیت ها رو نخورین، عکس العمل نشون ندین. خب اینا کلاسه. وقتی که تو از صبح هر شخصیتی رو، اونی که بهت زور میگه، اونی که ازت میدوزه، اونی که چه میدونم از تو جلو میزنه، وقتی هرس اونو میخوری از صبح تا شب، ارتعاشات هرس تو میریزه بیرون. جوان هستی میگه خاک بر سرت، باز گول خوردی، دوباره برات برمیگردون. شخصیت های بیرونی واقعی نیستن. آفرین. به فرکانسی که میفرستیم بستگی داره. درست. ببینیم بچه ها، حالا قشنگ گوشاتون رو همه 8 تا گوش 10 تا گوش گوش کنین که چی دارم بهتون میگم. درسته اینجا از صبح که بیدار میشیم ما سر کلاسیم و مدرسه است. بارها اینو بهتون گفتم، هیچ جایی درس و کلاس ها سختتر و سنگینتر از کره زمین نیست. متوجه شدی؟ خب هر فکری که تو میکنی ارتعاشات داره. من چقدر زرنگم، ارتعاشات، ارتعاشات من چقدر زرنگم میریزه بیرون، جهان هستی باهوشی و زرنگی بیشتری برات برمیگردون. من چقدر خنگم، ارتعاشات خنگ میریزه بیرون، جهان هستی فقط یه آینه است، برمیگرده بهت نشون میده موقعیت ها و شخصیت های دیگه رو میذاره که تو دوباره با همون حرفت که چقدر خنگم دوباره با اونا میری. خب حالا به من بگیم ببینم نابغه ها، وقتی که تو میری تو گوشی شوهره یا دوست پسره و متوجه میشی که این با یه خانم دیگه رابطه داره، به شواره میچسبی، به اون گیر میدی، یا اینکه میکشی عقب میشینی تو خودت و میگی چی دارم میبینم تو این تصویره؟ خیانت. درسته؟ خیانت. حالا تو میای تو خودت، اکثر اوقات توی که از صبح پا میشی حالت با خودت بده، نمیفهمی این خیانت به توه. زمانی که تو غذای خوبو میذاری جلو شوهره یا میذاری جلو بچه، این خیانته، این خریته، این هنر نیست، این مادری کردن نیست، این بی ارزش بودن تو رو میرسونه. وقتی تو لباس خوبه، تو 3-4 دست لباس خوب داری، روزانه اینا رو نمیپوشی، میذاری تو کمد برای یه روزی که یک اتفاق آنچنانی بیفته و تو اونو بپوشی، که خیلی از وقتا ممکنه نیفته، اون بی ارزشی تو و عدم عشق به تو رو میرسونه. خب وقتی لباس تو قایم میکنی، ظرف و ظروف خوشگل تو هر روز نمیذاری استفاده نمیکنی، میذاری بر مهمون، فهم کنی چی میفرستی بیرون؟ به جهان هستی داری پیام میدی که ببین مهمانی که قراره بیاد اینجا ارزشمندتر از منه. من تو همین بشقاب آشغالیه، همین که سر لبش پریده،
نمیدونم همین که 500 سال پیش خریدم 10 سال پیش بعد میدادم میرفته ولی ندادم، من تو همین غذا میخورم. بیارزشی. من همیشه تو خونه شیک مجلسی میگردم. احسن به تو فروغ، دمت گم فروغ، سه تا هارتم مال تو از این بچه هایی که بجت میخرن به اشخاب پلاستیک. متوجه این؟ ببینین بچه ها، شما ها از الان فکر کنین که اینو بکنین تو کلتون که آقا جون از صبح کلاس درسه و برای اینکه من ببینم که قبول نمره قبولی میگیرم یا ردی بیرون رو نگاه کنی. اگر همه با ارزش و احترام و نمیدونم الو بل باد رفتار میکنن، بدون عشق به خود داری، ارزشمند هستی، لیاقتمند هستی، کافی هستی. اگه میبینی بی احترامی، فوش و بد و بیرا، رفتار زشت و ناشایست، نمیدونم لنگ پولی، برگرد به ارتعاشاتت. ارتعاشاتت کجاست؟ تو این کلهه، توی این ذهنه، افکار روزانه، احساسات روزانه است. خوشبختانه بچه ها، ما هر فکری که می کنیم در دنیای مادیمون خوشو نشون نمیده. اگه نشون میداد که بدبخت بودیم. تصور کنین که اگر من و شما از صبح که بیدار می شدیم هر فکر منفی که می کردیم بلا فاصله بوم تو آینه خودشو نشون می داد. خدای رحمی به ما کرده. چطوری ارتعاشاتو مثبت کنیم؟ اوینا این سوال خوبی بود. باریکلا. چجوری ارتعاشاتو مثبت کنیم؟ حالا بیاد سر دو تا تمرین اصلی من که 500 قرن دارم میگم. این زندگی، زندگی قبلی، زندگی های موازی، جهان های هستی موازی دارم بهتون میگم. بیانا مرسی برای بچ خریدم. اوکی. افکار ما ارتعاشات دارن. درسته؟ من چقدر خوشبختم؟ من چقدر خوشبختم؟ همه چی آرومه؟ ارتعاشات مثبت. من چقدر بدبختم؟ همه چی ناامنه؟ ارتعاشات منفی. کل افکار از کجا میان؟ ذهن. یک روزی وقتی که اومدید توی این خلوت معنوی که دارم الان توی ترکیه که دو مرتبه همه اینا راجب صحبت خواهم کرد، یک روزی روزگاری متوجه میشید که افکار در ذهن هم ساخته نمیشن. بچه‌ها، من طبق دانلود هایی که میگیرم از یونیورس به من گفتن که افکار در ذهن ساخته نمیشند. افکار خارج از ذهن در این فضای کل هستند، اما دستگاه ذهن در ارتعاشاتی مریضی یا بیماریش، چون من اینو بارها گفتم، ما ذهن مریض و بیمار داریم، ذهن سالم داریم. این ذهن ناسالم، اگر الان شما دستگاه ذهنتون رو بذارین جلوتون و نگاه کنین، ببینین چند تا ویروس تو این دستگاه هست. اونی که خیلی ویروس داره ذهن ناسالمه. از صبح ترس، وحشت. بارها و بارها شنیدین که آقا جون اینو علم ثابت کرد، بالای 90% افکار وحشتناک، ترسناک، نگرانی تو هیچ وقت اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد.
90% افکار ترسناک، وحشتناک، وای قراره چی بشه، وای اگه من دادگاه رو ببازم، وای اگه شوهر بر علیه من چیز کنه، وای اگه طلاقمو نده، وای اگه بچم از کما در نیاد، وای 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 وای. بالای 90%ش هیچ وقت اتفاق نیفتاده. اما تو از صبح گول این دست، این ویروس ها رو میخوری. بشینین، بارها و بارها بهتون گفتم امروز اول لایوم گفتم میخوای خدا رو ببینی، اینو همه برای من بنویسین دوباره. گفتم میخوای خدا رو ببینی با چشم، خدا رو در همه چیز و همه چیز ببین، چون خدا در همه چیز هست. اگر میخوای خدا رو بشناسی، خودشناسی کن. از خودشناسی به خدا میرسی. بنویسین، از خودشناسی به خدا میرسی. 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 پس اون زمانی که شما خود رو میشناسید، تازه به خدا، با او یکی میشید. میبینید که چی ساخته بچه ها، چه عظمتی انسان، چیه این انسانه، پیچیدگیش، نظم و ترتیب سیستمش. پس زمانی که تو خودت رو شناختی، متوجه میشی که تو اون چیزی که این دستگاه ذهن میسازه نیستی. پس برای دختری که پرسید چی کار کنم حالا ارتعاشاتم مثبت باشه، گفتم حالا بیا سر کلاس. دو تا تمرین اصلی من، شماره یک، حالا اینو بنویسین: فکر، قطع، سکوت. فکر، قطع، سکوت تمرین همیشگی من بوده. تو همین دو هفته ای هم که خلوت معنوی دارم از فردا، این دوتا تمرین فکر، قطع، سکوت از صبح انجام میشه. فکر، قطع، سکوت یعنی آفرین. فکر، قطع، سکوت رو بنویسید. وای به حالتون اگر یک بار با من جلسه خصوصی داشته باشین و بگم دوتا تمرین اصلی من چیه، نگید فکر، قطع، سکوت. فکر، قطع، سکوت یعنی چی؟ یعنی وقتی میگم این دستگاه ذهن رو بشناسید یا خودشناسی، متوجهید. آفرین. و دومیش جدا کردن خود از منیت. نمسته، درود به خدای درونی تو که اینقدر آگاه شدید. فکر از سکوت یعنی من متوجهم که دستگاه ذهن هر انسانی، تو هم استثنا نیستی، این دستگاه ذهن مثل لپتاپ مکی که تو خریدی، تمام فانکشناش برای همه یکیه. این دستگاه ذهن از صبح تا شب از نظر علمی 75 تا 95 هزار فکر میسازه. نابغه ها، یک دقیقه پیش خودتون فکر کنین، 95 هزار فکر در روز؟ حجم، متوجه حجمش بشین. یعنی چی؟ یعنی این دستگاه یک ثانیه خفه خون نمیگیره، از صبح یک کله داره حرف میزنه. تمرین فکر از سکوت، بله، اون ریلی که گفتم ذهن داره ارعر میکنه، خره داره ارعر میکنه. و گفتم چی؟ یه ریل براتون رفتم، گفتم از صبح تا شب این خره داره ارعر میکنه و هرچی بیشتر بهش گوش کنی،
محلش بذاری، صداش بلندتر میشه و کانورسیشنش طولانی تر میشه. بها به این خر عرعرو نکن. دیگه والا من دیگه نمیدونم، من نابغه دیگه موندم که دیگه به چه زبانی باید اینا رو بگم که برای شما جا بیفته. آقا این خر عرعرو از صبح تا شب 95,000 بار عرعر میکنه، یعنی یک ثانیه خفه خون نمیگیره. اگر که از صبح تا شب این خفه خون نمیگیره و تو داری بهش گوش میدی، حالا برگرد تو ارتعاشات. اگر در عرعرش داره میگه تو بدی، تو عقب موندی، رفت توی اینستاگرام منو، فالوورای منو دید، حالش بد شد، گفت چرا این انقدر آدم داره من ندارم، چرا تو لایوش 1,000 نفر میان، مال من که الان 3 نفر میان. این ارتعاشات رقابتیه، مسمومه، حسادتیه، منفی، میریزه بیرون تو آینه. آینه میگیره میگه آهان، متوجه شدم تو رقابت و حسادت بیشتری میخوای، دوباره برات برمیگردونه. آدمایی که از تو گنده تر، دانشمند تر، خوش صحبت تر، خوش قیافه تر، خوش هیکل تر و خوش تر هستن و تو دائما حالت خراب تر میشه. دوباره میگی ای بابا، اینم که اینجوریه، اینم که بهتر از منه، شوهر اونو نگاه کن، نمیدونم انگشترشو نگاه کن، نمیدونم لباس پوشیدنشو نگاه کن، نمیدونم هیکلشو نگاه کن، منفی منفی، ویروس ویروس ویروس، بیرون. اونم فقط یه آینه گشت، تپ 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 به تو برمیگرد. لازم نیست با من جلسه بگیرین آقا جون، 1,500 تا برنامه رو یوتیوبه. آره سیف میشه فریبا. یاسمین مرسی برای بچ خریدم. درسته؟ من دنبال پول شما نیستم. هی دارم بهتون میگم 1,500 تا برنامه. این منی که شما میبینین یک عمرشو گذاشت تو درس و کتاب و دانش و مدرک و لب 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 لب. 1,500 تا برنامه رو یوتیوبه. ولی شما حال و حوصله ندارین که گوش کنین. چون شمایی وجود نداره. مرسی. شمایی وجود نداره که بخواد انتخابی بکنه. حالا اینو همتون بر من بنویسید. یکی میپرسه شما برای رفع انسداد انرژی هم میفرستید؟ تو به من بگو پسر خوب، با تمام صحبت هایی که اینجا شد، 1,500 تا برنامه روی یوتیوب، این همه کارگاهی که من دارم میرم، آقا هر کی مشکل مالی داره، مشکل رابطه ای داره، اگر از فردا اصلا بذارین این کار بکنید، اگر از فردا شما توی خلوت معنوی بنده اینجا شرکت ندارید، آنلاین ثبت نام کنید. آنلاین ثبت نام کنین 13 روز از فردا. فردا 22 نوامبر، 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4، 13 روز تموم بنده اینجا خلوت معنوی دارم. اگر حضوری نیستین آنلاین شرکت کنین. میبینین چه خبره، میبینین صحبت ها چیه، میبینین چه اتفاقی داره میفته. و همون جوری که من بارها گفتم بچه ها، من خودم دعوت میشم اینجور جاها،
من نمیدونم که تو این 13 روز قراره چه اتفاق بیفته. نه پلنی دارم، نه حرفی سخنرانی آماده کردم، نه قول و وعیدی به کسی دادم که بیا اونجا، نه چیزی اومده بیرون، چشم سومت فعال میشه، اینجوری میشی، سوپر هیومن میشی. نه بابا، من هیچ تبلیغی نکردم. وقتی من خودم نمیدونم قراره چه اتفاق اونجا بیفته، تبلیغ چی بکنم؟ بگم قراره چیکار کنی؟ بی تا پیام بده به اینا، به این پدر سوخته ها. خب شما باید آگاه باشین که هر زمانی که من خلوت معنوی دارم، هر وقت که کارگاه میذارم، هر وقت جلسه خصوصی دارم، هر وقت لایو میرم، خود من نیستم. بچه ها، من هیچ وقت حالا نشستم لایوی رو آماده بکنم بگم الان میرم میشینم اینجا راجع به این صحبت میکنم. تازه وقتی هم که میگم که میریم بر اون بر، میبینید که چون اینا حواس نمیذارم بر آدم که ای من میخوام حرف بزنم با شما باشم، ولی دانلود پشت دانلود. پوریا خوش اومدی عزیز دلم. پوریا هستی؟ آره، تو پارسالم بودی. اوکی، پس بنابراین چیزی که دارم به شماها میگم اینه که اون زمانی که من یه همچین برنامه‌ای دارم، مخصوصا وقتی تعداد اینجوری بالا میره، کلی راهنما میان که اون کارو انجام میدن. اما چه حضوری اونجا هستید، چه آنلاین میخواین شرکت کنین، فرقی نمیکنه. به نظر من نیان با خواسته شخصی، چون او بهتر میدونه. من و شما هیچ وقت تصویر کلی رو نمیبینیم. من و شما درگیر اینجاییم. الان این میخواد منو طلاق بده. نمیدونی خوبه بده این طلاق؟ الان یه سال دیگه کجا میره؟ 6 سال دیگه کجا میره؟ اما کلا آقا جون پیام بدین ساناز جون، اینجا بهتون میگن چجوری آنلاین شرکت کنید. خب اما کلا چیز که دارم بهتون میگم، میتونین 2 هفته با من باشین، برنامه هام تمام رکورد میشه، اونجا ثبت میشه، میارنتون اونجا هر وقت میخواین بشینین 2000 بار برنامه ها رو گوش کنین، انرژیشو بگیرین، هر کاری میخواین بکنین. اما ترجیح من اینه، این نیستش که بیام روی خرابی موقعیت مالی شما با تو کار کنم عزیزم. هدف من اینه که تو آگاه بشی. در آگاهی هیچ مشکلی وجود نداره. نوشین، مرسی بر وجهت خیره. کامنت رو منو ببینین. کامنت تو چیه؟ مشات. چی میگی مرشاد؟ حرفت چیه مرشاد؟ سوری جون کامنت رو منو ببینین لطفا. دوباره بزن نمیبینم، خیلی پشت سر هم چیز میاد. دوباره بنویس آقای مرشاد که من پین کنم یا ببینم. در مورد ریتریت بنویس عزیزم. من نمیدونم چی میگی الان در مورد ریتریت، نمیتونم برگردم بین این همه کامنت که تو چی گفتی. مورا جون من نمیدونم چجوری بجت بخرین. بجت چیه بچه ها میپرسن؟ مولانا رو 100% قبول دارم. بله از دلم، بجت اینستاگرام و یوتیوب و اینا اومدن برای کسایی که برنامه میذارن یک راه درآمد درست کردن، که این قلبایی که میبینین بچه ها 3 تا 3 تا 2 تا 2 تا میخرن، اینا پولی هست. منم در جریان نیستم که هر کدوم قلب 2 دلاره، نمیدونم از ایران فکر نمی کنم فعال باشه، ولی اینا بچه های خارج از ایران هست، اروپا و امریکا این برانورم. و بجت میخرن. حالا میگم یه پستی استوری چیزی بذارن، خود منم بلد نیستم این کارا رو بچه ها،
بچه ها بگذارین از این که میبینین من میام اینجا فقط حرف میزنم، موقعی دیگه من اصلا نیستم تو این داستانا، فعال نیست. آره خلاصه اینجوریه. ولی در صورت سویجون بگو قسطی هم قبول کنن، با بچه ها صحبت کنید اینا. من تو قسمت مالیش هیچ کارم بچه ها. در ریتریت آره عزیزم، ببین شما فرقی نمی کنه که انرژی انرژیه. خب اونی که میاد اونجا میشینه قاعدتا از صبح تا شب 24 ساعته اونجا هست، بیشتر با همین، با هم صبحونه میخوریم، با هم نهار میخوریم، با هم چیز میکنیم از این داستانا. اما انرژی فرقی نمی کنه عزیزم، انرژی همیشه جاریه. انرژی رو که نمیشه یه جا بس. منبع صدای ذهن کجاست؟ آره عزیزم، در کله، در همین ارتعاشات اینجاست. اما اگه میخوای واقعا خیلی میخوای بری توش عمیق، دوره دنیای درون که 5 ماه بوده بگیری. ترکیه سرده، بعد سوختم گرونه. ترکیه سرد هست، من الان با ژاکت و کلاه و اینا میرم بیرون. اما بچه ها کسایی که میان اینجا، من میخوام ازشون ابر انسان بسازم، یعنی در همین هوای سردم بعد میبرمشون بیرون و قراره بالا پایین بپرن و اینقدر بالا پایین بپرن تا حسابی گرمشون بشه. آره ازم میتونین خصوصی بگیرین بعدش بیرون اینا. خب پس بچه ها میخوام سر چیز بیام. نه رسالت فردی مهم نیست خیلی، میخوام بیام سر قسمت رابطم. پس یادتون باشه که بچه ها همه چیز ارتعاشاته. اگر که ارتعاشات تو بالا باشه، در ارتعاشات بالا گفتم مریضی، بیماری، بیپولی، کمی و کسری نیست. در ارتعاشات پایین مریضی، بیماری، کم و کسری همه اینا هست. خب پس جهان هستم یه آینه بزرگ گشته، فقط داره تو آینه عکس برگردون به تو میگه ارتعاشات تو چجوریه. الان گفتم سرعت کره زمین هی هر روز داره برای ما انسان ها سرعتش بیشتر میشه. پس افراد بیشتر و بیشتری براشون جذاب میشه که بیان دنبال بیداری و آگاهی. زمانی که من و شما میام توی این قسمت بود بیداری و آگاهی، حالا باید متوجه بشیم که هر ارتعاشاتی که با من نخونه میریزه. یعنی اینکه اگر که شما اگر شما خیلی عاشق یک کسی بودین و الان که تو اومدی دنبال آگاهی و بیداری، جر و بحثتون هی میشه، نمیدونم به همدیگه میپرین، یارو میره پیداش نمیشه، جواب تکستو نمیده و اون رابطه تموم میشه، آگاه باش که او جهان هستی بهتر از تو میدونه. الان تو میخوای اومدید افتادید توی آگاهی، ارتعاشاتت اومده بالاتر. این آدمی که خیلی هم عاشق و معشوقش بودی و بهش چسبندگی داشتی، این آدم ارتعاشاتت به تو نمیخوره. وقتی دوتا ارتعاشات، حالا فرقی نمیکنه، مادرت، پدرت، خواهرت، رومانتیک، دوست پسر، همسر، هرچی، وقتی دو تا ارتعاشات با هم دیگه همخونی ندارن، اون میریزه، میپاشه. متوجه شدین؟ کل داستان همینه. پس اگر که دو مرتبه شما که هی حرفای دروغ میزنین، میگین به خدا باور دارم، به جهان هستی باور دارم، به کائنات باور دارم و همه تون حرفاتون بی خودیه، اگر واقعا باور داشتید با هیچ چیزی جدال و بحث نمی کردید. یارو میگه میخوام برم، پس ارتعاشاتش با من دیگه نمیخونه، قربون شما، بای بای. میرین سر کار، یارو میگه ما دیگه شما رو لازم نداریم، متاسفانه الان اقتصاد رو، به حرفا گوش نکنین، گمه حرفا نشین، اقتصاد خرابه، ما دیدیم که نیرو لازم نداریم، شما رو میخوام آقا نرین تو غم و قصه بشینین. خواستم بگم زرزر کنین، دیدم زرزر حرف درستی برای اینجا نیست، گریه کنید.
یعنی اون کار ارتعاشاتش با تو نمیخونه. وقتی یارو بهت میگه دیگه نه سر کار، ما دیگه تو رو نمیخوام، شخصیش نکنین. آقا جون مشکل شماها اینه که تمام مسائل رو شخصی میکنی. وقتی کسی به تو میگه نه دیگه نمیخوامت، تو رو نمیگه نمیخوامت، شخصیش نکن. داره میگه من الان دیگه ارتعاشاتم با تو نمیخونه، قضیه شخصی نیست، قضیه ارتعاشات و ارتعاشات کلی لایف سیف میشه. بچه ها همه تون رو میبوسم. اگر قسمت رابطه رو میخوان برین روی یوتیوب، رابطه سولمیت توین فلیم، دو تا سه تا برنامه رایگان روی یوتیوب دارم. کسایی که عشقی هستین برین اون رو نگاه کنین. اگر در قسمت مالی میخوان باز یک عالمه برنامه روی یوتیوب دارم و همینطور بلا 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 چی بود؟ دو تا لایو ثروت فقط همین چند هفته پیش براتون رفتن. چطوری خودمون رو امنیت جدا کنیم؟ 1500 تا لایو روی یوتیوب ازم. برای کسایی که دنبال قسمت عرفانیش هستید، روی یوتیوب دوباره عرفان یک، عرفان شماره دوه. همین چند روز پیش یه برنامه براتون رفتم، خریت یک انتخابه. فکر کنم یه سال پیش، یه سال و نیم پیش یه لایو رفتم، زرج کشیدن یک انتخابه، اون رو نگاه کنین. هفته پیش خریت یک انتخابه. خلاصه 1500 تا برنامه در همه زمینه. آدرس یوتیوب اسم خود بنده است، سودی سپیس فامیلی شوهر مرحوم برنت، سودی برنت یوتیوب. خب اوکی، پین اینم یوتیوبه، اسم خودمه، سودی برنه. سودی تنهایی توی خونه اذیت میشم. مریم این لایو رو از اول نگاه کن. گفتم من سالیان ساله تنها زندگی میکنم، اما تنها نیستم. اگر تو احساس تنهایی میکنی یعنی به او وصل نیستی. همه تون رو میبوسم. بچه ها این لایو رو 3575 بار نگاه کنید. خواهشان لایو های من رو وقتی نگاه میکنین بنویسین. ازتون درخواست میکنم، واقعا خواهش میکنم که بنویسید، چون در نوشتن یک بُعد دیگه است. من روزانه با افراد جلسه دارم که میگن لایو ها رو نگاه میکنین، ولی وقتی میگم دو تا جمله مهمشو بده نمیتونن. بنویسین با دقت‌تر اون لایو ها رو گوش کنین. ریتریت هم بله عزیزم میتونین آنلاین شرکت کنید. از همین الان بعد از برنامه پیام بدید، دایرکت مسیج بدید، تو نمیدونم کامنت ها بنویسین، راهنماییتون میکنن که برای آنلاین. همتون رو میبینم از فردا. ما چند تا پرواز داریم، یکی صبح، یکی ظهر. بعد از ظهر ما اولین روز ریتریت شروع میشه. میتونین از اون لحظه همتون با من باشین. همتون رو میبوسم. یادتون باشه این سودیه که شما اینجا میبینینش، بچه ها و هر از گاهی میان به حرفاش گوش میدین، یه ذره گوش میدین، یه ذره گوش نمیدین، یه ذرهش رو قبول دارین، یه ذرهش رو قبول ندارین، یه روز دوستش دارین، یه روز دوستش ندارین، در خود توه. منم ساخته این دستگاه. همتون رو میبوسم. نمسته. درود به خدای درونی تو. از این لحظه به بعد فقط و فقط خدا رو در همه چیز ببینید. میبینمتون فردا به زودی. ماچ ماچ. بای بای.